سلام، من علی بابایی هم اونجا کانال علی بابایی، قبلا ماولوب بود اسمش، الان دیگه گذاشتم علی بابایی، دیگه شانو نمیخوامش دست بزنم. آقا من کم قور دارم در مورد این دوستانی که انقدر ویدیو درست میکنن در مورد که چجوری تو یوتیوب موفق بشه. تو اینستاگرام پر بود، همه میخواستن ما رو پولدار کنن، خدا رو شکر رسید به یوتیوب. چجوری پولدار بشید، چجوری از یوتیوب پول در بیارید، چیکار کنید کانالتون مونتاژ بشه، چیکار کنید کانالتون مخاطب بگیره، چیکار کنید فلان فلان. بابا یوتیوب انقدر پیچیده نیست عزیز دل من. اگه قرار بود یوتیوب انقدر پیچیده باشه که اصلا پلتفرمش نمیگرفت، همه باید اینجا دیگه تک گیک میشدن، مثلا خوره تکنولوژی میشدن بتونن بیان کار بکنن، الگوریتم یاد بگیرن فلان. ما یارو داره ویدیو دمپای میذاره، میلیونی میلیاردی ویدیو ویو میگیره، خب اینو چه الگوریتمی میخواد رعایت بکنه؟ بعد جالبیش اینجاست، تمام این استادای عزیز، تمام این بزرگوارا، همشون تو ویدیوهاشون خودشون میگن، میگن آقا ما یه شب اخواب پا شدیم، صبح پا شدیم ویدیومون ترکیده، وایرال شده، ما زندگیمون از این رو به اون شد، کانالمون از این رو به اون شد، بعد محتوامون گرفت. خب عزیز دل من، اگه روی الگوریتم بود، اگه روی ساختار بود که این اتفاق نمی افتاد. یه چند تا بیسیک وجود داره قطعا ما رعایت کنیم. من خودم واقعا آیتم‌های زیاد یاد گرفتم از این عزیزان، پام خورد به دوربین لرزید، ولی واقعا من میتونم بگم 90% این محتوایی که تولید میشه برای اینکه حالا کمک کنه به بقیه، جدا از اینکه حالا هدف ایشون اینه که کاربر بگیرم بفروشم پکیج ببینم، اینا کار ندارم، اون اثر سوی که داره میذاره اینه، اینا انقدر اون بنده خدایی که تازه کاره رو گیج میکنه، اون دیگه اصلا نمیرسه به تولید محتوای درستش. میام میگیم برو سئو کن، خب بنده خدا یه ما دو ما سه ما میره سئو یاد بگیره، میام میگیم برو کاور بزن، یه ما دو ما میره کاور زدن یاد بگیره، میگیم فلان کار. بابا به جای اینا اگه میگفتیم فقط برو شروع کن خودت تو مسیر یاد میگیری و دیگه هیچی نمیگفتیم، گیج نمیشد طرف. آقا کانال خود من الان بهتون اسکرینو میارم نشون میدم، الان همین چیزی که الان دارید میبینید این کانال منه. ببینید کانال من دو سال پیش تقریبا میشه دسامبر 2021 اولین ویدیومو گذاشتم، تازه این دومین کانالمه. اولین ویدیو رو گذاشتم، بعد دو سه ماه خیلی خوب کار کردم، 4-5 ماه کار نکردم، دوباره دو سه ماه کار کردم، دوباره 5-6 ماه کار نکردم. یعنی من دیگه مسخره ترین و غیر حرفه‌ای ترین روند کار کردن توی یوتیوب رو داشتم. حالا الان آمار کانال من رو ببینید، چون دیگه رفیقای من دیگه نگاه کنید آقا چه اتفاقی افتاده، تو ویدیوها رو نگاه بکنید، این روند رو به روشی که خود یوتیوب چیده بابا خودش به من کمک کرده. بعد بریم این قسمت سرچ فیدش رو نگاه بکنیم، این ریسورس ها ترافیکی که برای من اومده از چه منابعی اومده، ببینیم چند درصد از گوگل اومده، چند درصد از کجا اومده، چند درصدش خود یوتیوب پیشنهاد داده. طبق این عکسی که دارید مشاهده میکنید، قسمت زیادیش از فید من اومده، قسمت زیادیش از سجستای یوتیوبه و قسمت زیادیش هم اومدن تو خود هومپیج من چک کردن و قسمت دیگه‌ش هم از سرچ یوتیوب اومده. یعنی 90 خورده ای درصد ریسورس ها کلا تو خود پلتفرم یوتیوب اتفاق افتاده برای من، با اینکه من محتوامو سئو کردم، من شرکت نرم افزاری دارم، واقعا سئو رو میدونم چیه، بلدم، همکار دارم سئو انجام میده، زحمت کشیده برام سئو کرده، تولید محتوا انجام دادم، برای ویدیوام گذاشتم و اون ریسورسم از ترافیکم از سورس خود سرچ گوگل پایینه، چون بحث اینه ما رو بستر خود در واقع یوتیوب بتونیم محتوا بگیریم. همین، من خواهشی ازتون دارم، هم از کسی که محتوا تولید میکنه خواهشم اینه که انقدر دیگه میدونم فالوور میاره، میدونم جذاب، اگه جذاب نام خودم در مورد ویدیو نمیساختم، ولی انقدر محتوا دیگه نسازید که چه جوری یوتیوب 6 اشتباه تازه کارها، 10 اشتباه تاوان گناه کبیره تازه کارها، اگه این تامنیل اینجوری بذارید سر تو فردا فلان، اگه آقا اینا رو نذارید هم استرس میدید به اون تازه کارها، اگه واقعا نیتتونم خیلی دارید کار اشتباهی انجام میدید هم استرس میدید، هم که حرفاتون دیگه تکراریه، یه نفر یه چیزی میگه 10 نفر دیگه از زوایای مختلف همینو میگن. همون بنده خدایی که دارید کار میکنید توی یوتیوب، آقا یکم تداوم داشته باشیم. ببین من تداومم نداشتم، من رو پیجم تداومم نداشتم، مونتایز نشدم چون کاری نکردم مونتایز بشم. یه سری ویدیو رو کل تو این دو سال خورده ای من براش کلا 40 تا ویدیو گذاشتم، کیسش واقعا کیفیت خاصی نداره، اولای کارم بوده، تقریبا 20 تاش اولای کارم بوده، 20 25ش نه 12 تاش بوده که یه سریش هم تایم نداشتم ویدیو درست بسازم، 3-4 تاش هم ویدیو درست ساختم که همونو داره ویو میگیره. بعد روند رشد منو دیدید دیگه، منی که انقدر بد کار کردم، چون یوتیوب داره به من کمک میکنه. کل داستان همینه، درگیر کار کردن بشید، محتوا رو تولید کنید، خودتون همه چیزو میفهمید، نیازیست برید همه چیز رو یاد بگیرید و بعد برید اجرا بکنید. آقا یه ویدیوی بعد بذاری، یا ویدیوی بعدی تو کسی نمیبینه که خب خجالت نداره، یا ویدیوی بعد تو کسی دیده که اون ویدیو بد نبوده دیگه، ویدیو برات گرفته، تموم شد و رفت.
کار رو انجام بدید، خود کار بهتون روند کار کردن رو یاد میده. درگیر حاشیه نشیم دیگه، اذیت نکنیم خودمونو و بقیه هم با این که بیام یوتیوب یاد بدم و پکیج و فلان و اینا نکنیم، این کار رو دیگه نکنیم. مخلصم. ویدیو بعدی سعی می‌کنم ویدیو کاربردی باشه، ابزار معرفی کنم. تو این کانال بحثم بیشتر مهندسی نرم افزار و تکنولوژیه، ولی خب یه سری چون کاربرا آیفون دوست دارن و پیگیری میکنن از کانال من، یه سری ترفنده برای آیفون اینجور موردم حتما قرار میدم. سابسکرایب کنید، لایک کنید، حتی اگه تا آخر ویدیو رو مونده باشید دیگه اینقدر برام دارید که اونم بزنید، لطفا بزنید دیگه، دستتون درد نکنه. مخلصم. علی بابایی یا علی.